با گرونترین بازیکنهای جهان در ما کلاب PS21. سلام و درود خدا بر شما. امروز آقا میخواییم باریم با همدیگه توی همه ما کلاب توی این ترکیبی که با همدیگه میبینیم گرونترین بازیکنهای تاریخ رو قرار بدیم و بریم ببینیم که آقا اگر ما گرونترین تیم رو داشتیم توی ما کلاب میتونستیم رقبا رو شکست بدیم یا نه. اونا که از این ویدیو لذت ببرید لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فرام شیشه بریم سراغ ویدیو. این ویدیو آقا بهمون کمک میکنه که ببینیم از سال 1996 که اون بالا زده تا سال 2022 چه بازیکنای گرون بودن و اونا رو هر کدوم ما داشتیم میاریم تو ترکیب میذاریم. رونالدو رو ندارم. وای زیدان رو ندارم. آقا زیدان 77 میلیون بود. ندارمش متاسفانه وگرنه میآوردم. دیوید بکام بازیکنی که داریمش و 37 میلیون یورو موقع قیمتش بود سال 28 سالگی. دیوید بکام میاد توی ترکیب. سال 2007 تورس قیمتش 38 میلیون یورو بوده. تورس زیبایی خوشگل با اوورال 98 سی اف رفت تو ترکیب. کریستیانو رونالدو سال 2009 رکورد اون موقع نقل و انتقالات زده بود 94 میلیون یورو. رکورد نقل و انتقالات تو اون موقع زده بود. کریستیان خوشگله اومد تو ترکیب. تورس رو که 58 میلیون آقا 58 میلیون تورس بوده اون موقع. 58 میلیون تو به چلسی رفت. وای عشق ندارم. دیبروینه ندارم. 76 میلیون بوده زمانی که به منچستر پیوست. دیبروینه 97 AMF بغل آقای دیوید بکن. چه ترکیبی. پوگبا هم دارم 105 میلیون. به پوگبا عزیز دل در ترکیب قرار میگیرد. یه تشکر ویژه از آقا لئون عزیز دل بابت این زیبایی و خوشگلی بازیکن ها. وای نیمار رو یادم رفته بود. 222 میلیون رکورد نقل و انتقالاتی که تا الان کسی نشکسته. وای نیمار دارم. نیمار 100 ماشاءالله. امباپه رو یادم رفته بود. 180 میلیون. وای الان تورس اونجا امباپه رو کجا بذاریم؟ امباپه بیا تو تعویضی. لوکاکو 103 میلیون بوده. 17مین بازیکنیه که گرونه. بیا تو تعویضی ها. الان آقا کن ترکیب و نسمه است. ما دفاعمون اصلا نچیندیم. دروازه‌بان هم نچیندیم. آقا قلنوی اونجا میدرخشه. و اینکه آقا ما باید بیان ببینیم از دروازه‌بانایی که داریم مثل آقای اولیور کان، پیتر چک، دوناروما، همچنین آقای کورتوا کدومشون گرون‌ترن. آقا سایت ترانسفر مارکت یه سایت معتبره قیمت دوناروما رو توی نقطه اوجش گفته 65 میلیون یورو بوده. این از این. اما از اون ور قیمت مانوئل نویر رو سایت ترانسفر مارکت گفته توی نقطه اوجش 45 میلیون یورو بوده. و از اون طرف بخوایم ایکر کاسیوس رو حساب کنیم 35 میلیون بوده توی نقطه اوجش توی مارکت. اما آخرین دروازه‌بانمون آقای پیتر چک توی سایت ترانسفر مارکت نقطه اوجش 28 میلیون یورو بوده. اولیور کانو سایت ترانسفر مارکت گفته کلا 14 میلیون تو نقطه اوجش. و از اون طرف تیبو کورتوا رو گفته چقدر؟ گفته توی نقطه اوجش 75 میلیون یورو میارزیده. پس ما باید آقای تیبو کورتوا رو بذاریم توی دروازه و آقای دوناروما تعویضی. کورتوا میاد توی دروازه و از اون طرف آقای جوجو دوناروما میاد توی دروازه. چند تا دفاع چپ داریم؟ روبرتو کارلوس، آلفونسو دیویز، همین دوتا. روبرتو کارلوس سایت ترانسفر مارکت اینجا گفته که کلا 30 میلیون میارزید اون موقع توی مارکت نقطه اوجش. اما اینور آقای دیویز گفته 80 میلیون میارزیده. الان 70 میلیون میارزه. دیویز بیا تو. دیویز اومد تو. اما تا دلت بخواد ما دفاع راست داریم. فقط نگاه کن. هافو رو داریم. بنجامین پاوارد رو داریم. الکساندر آرنولد همینا. بنجامین پاوارد قیمتش چقده؟ کوتی مارکت ولیو زده 40 میلیون یورو اوج قیمتش بوده. اما کافو رو چه قیمتی زدی؟ کافو رو کلا گفته که 3 میلیون اوج قیمتش بوده. و از این طرف گفته که 110 میلیون یورو نقطه اوج قیمت آقای الکساندر آرنولده. ازشون میاد تو ترکیب. الکساندر آرنولد با اوورال 96 در ترکیب. تعویضی گذاشتن پاواردو. بریم سراغ دفاع وسط و دفاع وسطامون. کمپل، مالدینی عزیز دل و پویول و همچنین آقای بکنباور، فوفانا، کیمپمبه و دیگه چیزی نیست. اون راموس هم هست. کیمپمبه عزیز دل کلا قیمت چقدر بوده؟ آقا با کیمبار رو در این ناباوری اینجا قیمتشون نزده. فقط گفته که 810 هزار تومان موقع گرفته بوده. مثلا که رفته بوده واسه بایر مونیخ بازی کرده بوده سال 78 اینا. نمیدونم ولی میذارمش تو تعویضی ها. اما از اون ور کیمپمبه رو چقدر گفته؟ اوج قیمتش 40 میلیون بوده. از اون طرف فویول رو گفته چقدر؟ گفته 30 میلیون نقطه اوج. و آقای راموس رو 50 میلیون بوده نقطه اوج راموس. و آقای پائولو نوالدینی کلا 3 میلیون. راموس و کیمپمبه میان تو. راموس اوورال 97 اومد تو
تو، آقا کیمپمه میاد تو. و از اون طرف آقا اکمبار، چون ما قیمتشو نمیدونستیم باید بیاریمش تو. اکمبار باید بیاد تو آقا، من نمیدونم. ترکیب چیده شد، نیاز به دو تا بازیکن داریم، یه دونه دی ام اف میخوایم. دی ام اف همون کیا هستن؟ ویارای عزیز دل، کاسمیرو، کیمیش، گواردیولا. قیمت آقای کاسمیرو در حال حاضر 40 میلیونه، ولی نقطه اوجش 80 میلیون بوده. پس 80 میلیون رو حساب کنیم. و از اون طرف آقای پپ گواردیولا 2 میلیون بوده نقطه اوجش. اوبرال کالش رو 94، پس 2 میلیون بوده. وای از اون طرف هاتریک ویارای فرانسوی عزیز کلا 35 میلیون. کیمیش یا کیمیخ کلا 90 میلیون. کیمیخ، کیمیش 80 میلیون الان. کاسمیرو و کیمیش، کاسمیرو تعویضی، ایشونم میارم تعویضی و اونجا کیمیش کاشته میشه وسط ترکیب. ایشون از این ترکیب زیبا و خوشگل. بریم ببینیم که میتونیم حریفو شکست بدیم یا نه. سم کن آقا ببینم، امباپه رو میتونیم بیاریم به جای آقای فرانچسکو؟ امباپه رو میارم به جای ایشون. اوه ببینم چه خبره، یه حریف واسه ما آورده اینترنتش داغونه. بریم بازی کنیم ببینیم چی میشه. اگه بد شد که حریفمون بانکوک، از بانکوک ما هم از ایران، حالا تهرانش ولکی زده. این شد از ترکیب ما. بریم ببینیم که اوه سب کن ببینم حریفم چقدر ترکیب خوبی داره. خدا وکیل ترکیبش فکر کنم از ما بهتره، ولی ما میبریمت. نظرتون چیه من تو ویدیوها اینک بزنم؟ چون یه کمی اذیت میشم بدون اینک، ولی نمیدونم اگه دوست دارین که بزنم، دوست ندارین نزن، با اینک بهتره. ولی خب بازی شروع کن. یه گرونترین ترکیب تاریخ فوتبال رو من چیندم. سلطان میرسونه آقای امباپه. آقای امباپه یک دور میزنه، حالا اونجا شوتشو میزنه. یه تشکر ویژا از کوالئون عزیز دل، خدا وکیلی که این اکانتو در اختیار ما قرار داد. آجیلان سلطانی سانتر زیبا میخوام بکنم برای آقای الکساندر آرنولد داخل محوطه جریمه. چه زیبا میکشه بابا، ولمون کن. میرسونه لب خط آقای کریستیانو رونالدو، میخواد به داخل بیاد. به داخل اومده، یا عمل فنس. نباید من میکشیدم عقب، اشتباه کردم. برو امباپه، برو امباپه. صبر کن ما یه تغییرات در تیم انجام بدیم. فهم فهمیدم که این رو باید چی کار بکنیم. حالا برو تو کارش، حالا ببینم خدا وکیلی میخوای چی کار بکنی. انزیمات یارگیری رو بذارم راموس چنان بگیره رونالدو رو که بره واسه خودش. این شما هم بگیرین اینجا بیکار وای نایسین. آقا این بازی اگه ما بر نگشتیم این خطی نشون داداشم پرس شدی، پرس شد. ماشاءالله ماشاءالله نیمار، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. گم شده داش. مرسی نیمار توی دروازه. ببین بده بده بهش. آم ماشاءالله. آم بیا 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 دروازه بیا جلو. ای وای کسافت. ببین دیلی زیاده، وگرنه همینجا گرت میزدم. آبا داداش تو میخوای مثلا اونو بگیری، من نیمار رو راه میندازم. آقا تو کجای کاری؟ آقا کجای کاری تو؟ ای بابا بی صاحب انقدر دیلی هست، گولو بزن دیگه. نگم پاس رو میده به آقای نیمار، نیمار اینجوری میاد یه دونه دریبل اینجوری میزنه و اینجوری میاد تمام، خاک توی اون سر کچلت. گل به خودی رو درآورد. بازی تموم شد، بازی تموم شد. یور اینترنت کانکشن کوالیتی از رنگ که من کم نکنی خدا وکیلی ها. بله 5 تا رنگ گرفتم. یه بازی دیگه بریم. آقا یه حریف دیگه واسه من پیدا شد. این حریفمون یک ترکیب قول داره لعنتی. آلفونسو دیویدش لبلش 40ه واسه ما 34ه. ایشال اسمش بکنم، ایشالله بوده ماشالله بوده کرده ایشال. وای چه پاسی دادی لعنتی. حریف داره نقشه میکشه، چه بدم زد. مرسی کورتوا. نیمار توپ رو نگه داشت، نیمار میبره به جناح موافق. حالا خود نیمار، یه آردو میخوام، یه آردو میخوام ازت نیمار. حاجی لئون چه نیماری ساختی خدا وکیلی. نیمار باز قهار. آقای رونالدو، آقای خدایی نباید الان سوتو میزدی. میرسونه حالا به از اون سمت، حالا به دیب، حالا چی دست به چی بود آبا؟ امباپه کدوم گوریه؟ احمق کیمپمه اون وسط. بده بهش، بده بره دیگه بابا. 200 مس 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 مس. حتما بعد این دریبل رو بخوری. بزن بی صاحب نمونده، آشغال شدش این بازیتون.
برسون بهش. یه آردوی زیبا میخوام توی دروازه. اینه نیمار که لئون ساخته. اینه کوالان اینجوری نیمار تربیت میکنه. بده به نیمار، بزن توی دروازه. کامبک تو 20 دقیقه، کامبک تو 20 دقیقه. تا ته بکشم. نیا جلو، نیا جلو. مرسی. اینه ماتیپس. اینجوری کامبک میزنم با نیمار. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو لذت برید لایک و سابسکرایب کنید. یوتیوب فرمایش ایدتون رو واسه درخت‌های بعدی بگید. خدا نگهدار.